هموطنان عزیزم در ایران و در سراسر دنیا که در سنگر اعتصاب غذا و تحصن ها صدای مظلومیت اشرف رو به گوش جهانیان میرسونن، همین میزان هم که کار پیش رفته به وسیله کمک های بیشایبه شما بوده که در سراسر دنیا انجام شده. همطور که میدونید ما خواسته های خیلی زیادی نداریم، خواسته های مهد حق و مشروع و کاملا عملی هستش. در اینجا خطابم به دولت آمریکاست که مسئولیت داره در مقابل تک تک افراد اشرف، برگه امضا شده داره با تک تک اونها و از اونها میخوایم که حفاظت اشرف رو تضمین کنن و همینطور که میدونیم تا یک نیروی سازمان ملل بیاد و همچنین آزادی 36 گروگانمون که الان بدون هیچ دلیل قانونی و بعد از حکم آزادی اونا همچنان اسیر هستن. این خواسته های مشروع ماست که در صدرش همین دوتا خواسته هستش و از اون طرف که خودتون میدونین هیچ خبرنگاری، حتی خبرنگارای بدون مرز، وکلای بدون مرز امکان اومدن به اشرف رو نداشتن و در 7 ماه گذشته ما به هیچ کس دسترسی نداشتیم و این مینیمم حقمونه و تا آخرش هستیم، اعتصاب نامحدودمون رو ادامه میدیم و حتی اگه لازم باشه به اعتصاب خشکم تبدیل میکنیم. و اینجا بار دیگه از تمامی هموطنانم هم که در صحنه‌های نبرد اعتصاب غذا هستن دستاشون رو میفشارم و مطمئن هستم پیروزی از آن ماست.